سال گمگشته مردم افغانستان. 41 سال است که این ملت خسته از خشونت در فراق سال زار نالان است. روند که یک روز در دست یک کشور افتاده و روز دیگر در دست دیگر کشور. از راه اندازی چندین نشست در مسکو پایتخت روسیه تا نشست در دوحه پایتخت قطر و بقیه نقاط جهان. اما در واقعیت چگونه میتوان به صلح دست یافت؟ حکومت افغانستان چی میخواهد؟ مخالفین مسلح چی میکانیزم جهت رسیدن به صلح را مد نظر دارند؟ و در این میان نقش اپوزیسیون چیست؟ موضوع محوری بحث امروزی است. سلام، سید محمدی یزدان‌پرست هستم با برنامه تحلیل در خدمت شما. مهمانان من در بحث امروزی محمد محسن دانش، مشاور ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، محمد انیف رضایی، سخنگوی فرماندهی قلوردیر سرنوی شاهین و ذبیح الله احساس، فعال مدنی. مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. در نخست با جناب آقای دانش آغاز میکنیم. به باور شما چی طرح میتواند تقابل پیش آمده میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح را از بین ببره و هر دو را در عقب یک میز بنشانه و راجع به سال این گمگشته مردم افغانستان بتانند با هم تبادل نظر نمایند؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمانان عزیز در این برنامه و بیننده های تلویزیون پیکان. قرآن میفرماید که و صلح و خیر. خدمت شما عرض بکنم که در قسمت سوالی که شما طرح کردین که چه طرحی میتونه که دو جنایات دو نیروی متخاصم دولت و مخالفین را در سر میز مذاکره بشانه و برای بیرون رفت از این چالش فعلی ما چه راهکار را میتونیم روی دست بگیریم. ما به این باور هستم خدمت شما عرض شود که ما زمان میتونیم به یک صلح واقعی و به یک نشست واقعی دست پیدا بکنیم که هر دو طرف قضیه ما عزم و اراده حقیقی بر صلح داشته باشه. یک دومن در نشست ها و در اراده ملی رکیناز خود تجلی و شکل میته در اوجه در واقع مشارکت عمومی چی در صف حکومت باید تجلی پیدا بکنه. همه دیدگاه ها، همه ملیت ها، همه اقوام، همه چهره چی حکومت و چی اپوزیسیون در اینجا باید با اینها. حالا آقای دانش، همین شاخص هایی را که مطرح کردین به باور شما بیشتر حکومت تا حال مد نظر گرفته اپوزیسیون یا مخالفین مسلح؟ تا حد حکومت ما در واقع بعضی ملحوظاتی را که باید در نظر می گرفت اونا را مراعات کردند. همیشه ندایشان ندای صلح خواهی و صلح طلبی بوده. در خیلی موارد با بزرگان، با اپوزیسیون، با رهبران جهادی در درون حکومت و در درون افغانستان مذاکرات خود داشته. اما آنچه که ما امروز تا حد کوتاه یا به شکل کوتاه میبینیم و در اوج کمکشی میبینیم از طرف متاسفانه مخالفین هست که او هم یک قسمتشان به دلایل تجاهلی که دارن و یک تعدادی هم مجبورن چون نمیگذارن کشورهایی که در واقع جهت میتن به مخالفین برای تخریب افغانستان، برای نابودی افغانستان. میدانیم که اکثر ما که مخالفین اکثرا اراده و تصمیمی از خود ندارن و اونها پس باور شما مخالفین مسلح آله دست دول همسایه است؟ یک چیزی واقعیت هست که نه تنها من میگم بلکه ثابت کردن به دلایلی که از امکانات، تجهیزات، مشوره، مرکز، فرماندهی در طول تاریخ متاسفانه در کشورهای بیرونی بوده و فعلا هم در صفوف جمع جنگ استخبارات منطقه وجود داره و اما اینان و افسار اینها در دست کشورهای بیگانه است و کشورهای بیگانه هیچگاهی نمیخواهد در افغانستان صلح بیا و ما شاید یک افغانستان مقتدر و یک حکومتی فراگیر باشیم. سپاس آقای احساس، از شما میخواییم بپرسیم. آقای دانش بدون نکته اشاره کرد، یک اراده و عزم جدی و دو مشارکت همگانی در روند سال. تا چی حد این دو شاخصه از سوی طرفین زیردخل در روند سال افغانستان مد نظر گرفته شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام به همگی.
مشکل په دغه ځای کې دی له ټولو نه غټ دا پروسه چې څنګه روانه ده چې ولس چې باید چې خبر وای نه دی خبر خو په دغه برخه کې د حکومت چې کومه وظیفه ده تر یو ځایه پورې شوې د سولې په اړه باندې ناستې کېږي د سولې په اړه باندې د رسنیو له لارې له خلکو سره خبرې شریکېږي د خلکو مشارکت په دغه برخه کې د حکومت له اړخه یو څه شته خو طالب چې ځان ته یو اړخ هم وایي او ځان مهم هم بولي او دغه ټول اړخونه چې هغه د خپلواکۍ دعوه هم کوي یو مثال دی د رسنۍ له لارې د یوې اطلاعیې له لارې په یو ځای کې د راټولېدو له لارې ملت ته وړاندې کړي چې په دغه ځای کې په دغه ولسوالۍ کې په دغه کلي کې مونږ سل کسه ولس راټول کړو ورته وویل چې حکومت سره مونږ څنګه سوله وکړو یا له امریکا سره مونږ څنګه سوله وکړو یوه کړۍ ده ناسته ده د بل چا په هغه کې ټوپک ورسره و پرون ترې د نظامي امکاناتو ورکولو چې چا ورکړي نن کوشش دا کېږي چې باید سیاست په ډګر کې ترې ګټه واخیستلی شي خو دا به نه هیروو چې دغه خلک لږ باید رام شي لږ باید ټیټ شي او لږ باید ولس ته مراجعه وکړي حکومت سره چې د حکومت له اشخاصو سره چې څومره دوی مخالفتونه لري دغه حکومتي مخالفتونه یې فکري مخالفتونه یې ولس یې درکولی شي او ولس یې زغمي هم خو ولس افغانستان غواړي ولس ژوند غواړي څنګه چې په حکومت باندې زمونږ نیوکې دي حکومت نه چې څنګه د خدمتونو د وړاندې کېدو په برخه کې ترې اړخ ترې غواړو له هغوی نه کومک غواړو یا د انتخاباتو په وخت کې ولس نیم له یو چاته رایه ورکوي نیم بل چاته رایه ورکوي همدغسې مونږ په طالبانو باندې ډېرې نیوکې لرو او تر ټولو غټه نیوکه همدغه ده چې د دوی د لاسه مونږ ژوند نشو کولی دغه مشارکت کې باید که دوی واقعا سولې ته او خلکو سره هغه بیروني کوم لاسونه چې دي هغوی ته دې نه ووایي له ولس سره دې مشوره وکړي چې یاره مونږ څه وکړو او څنګه وړاندې لاړ شو حالا آقای احساس شما گفتین که انتقادات متوجه حکومت هم است اگر در یک مورد واضح تر صحبت شود استقلال لازم حکومت افغانستان بیشتر داره در روند سال یا مخالفین مسلح با توجه به این که ما نشست هایی را داشتیم میان علمای جهان اسلام در عربستان سعودی در اندونزیا با توجه به این که 2907 عالم دینی در کابل گرده هم آمدن و تقاضای آتش بس کردن حالا رئیس جمهور سال گذشته پذیرفت که از 27 رمضان همزمان با جشن نزول قرآن کریم تا 3 عید سعید فطر آتش بس باشد تنها طالبان 3 روزش پذیرفتن و بعد از او که بار باری پیشنهاد از سوی حکومت افغانستان شد رد کردن چی فکر میکنین زمانی که طالبان خود پسوند دینی میت امارت اسلامی افغانستان و هدفشان تطبیق شریعت قلمداد میکنه چرا پس به سخن علمای دینی گوش نمیتن عالم دین افغانستان میگه عالم دین اندونزیا و عربستان سعودی و بقیه کشورها میگه اما گوش نوای پیدا نمیشه چرا یه خبر به اوم داد استقلالیت خبر ډیره درنده ده و دا باید تو هغه استعمال کو و هیڅ وخت په دغه برخه کې منګ حکومت او مخالف لوری یا طالبان دی هر څوک چې دی دوی په یو تله کې نشو تللی حکومت نظام دی صحیح ده هغه یعنی دولت دی هغه حکومت پکې شامل دی نظام دی یو برخه ده ولس دی دا ټول خب میگن که نظام افغانستان گویا دست نشانده است و این نظام اراده لازم نداره نه 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 گوره از در پرستیم هر دول چه دی رسمیت وی و دا افغان دولت دغه نظام ټول نړۍ په رسمیتو پیژندلی دی د حکومت په توګه د دې نړۍ په جغرافیه کې صحیح ده مخالف لوری څوک دی آیا هغه د یو چوکاټ په توګه د یو نظام په توګه د یو حکومت په توګه پیژندل شوی دی نه حکومت مجبور دی په سوله کې ټولو دخیلو اړخونو ته مثال که هغه ګاونډي هم د مسکو میشینن با وزیر خارجه روسیه میبینن د ایران با وزیر خارجه او کشور میبینن د پاکستان با مقامات عالی رتبه پاکستانی میبینن اونا هم با بعض از کشورها ارتباطات خود دارن نو نو مشکل هم دغه ځای کې دی مونږ هم دغه هلته وایو چې دا د نورو خلکو د لاس آله دي هم دغه ځای کې وایو هو حکومت خپل مجبوریتونه لري حکومت چې کله له ګاونډیو هیوادونو سره هم په اړیکه کې دا هغه هر حکومت خپلې بهرنۍ خارجي پالیسي لري د هغه په شکل باندې به سره وړاندې شي مونږ باید کله چې مونږ د افغانستان خبره کوو نو هلته خل د طالب خبره نه کوي زموږ نمایندګي زموږ جمهوریت دی زموږ نظام دی او د دې نظام په رأس کې چې کوم چارواکي دي دغه یو ځای ته ځي هلته زموږ څه شی کوي زموږ نمایندګي کوي خو طالب د دې وطن په بهرنۍ پالیسي کې دا د طالب نمایندګي نه ده طالب
فکری مخالفت لري نظامی مخالفت لري وسخه ده چې دغه مخالفت تر یو څه سیاسي مخالفت تر راغله دي موږ افغانان د خپل وطن د خفشو سیاسي یا نظامی مخالفینو په توګه پیژنو سیده نور نړۍ هم په دغه نوم باندې پیژني کله چې دغه کشمکش د افغانستان په خاطر وي ولستر خبر وي ول ولستر مشوره وکي نو دا د ګټه خبر ده کله چې نو دا خو ښکاره خبره ده چې تاته یو بهرنی ملک وایي چې وروره له خپل حکومت سره خبره په دغه شکل باندې وکړه نو دا خو بغاوت د دې تباغیتوب وایي که نه دا خو دا معنا لري چې ته له ما سره نه کینې له ټولو ښه مثال درته دغه وایم له ټولو ښه مثال درته دا وایم چې حکومت له تیرو څو میاشتو د اوربند چغې وهي ولې مخالف اوربند نه کوي سپاس به این بحث باز خواهد گشتیم آقای رضایی میمانان برنامه اشاره کردند که مخالفین مسلح عالی دست بیگانه است از خارجی ها امکانات میگیرند و تجهیز و تمویل و تربیهشان توسط خارجی ها صورت میگیرد آیا در سایه مسئولیت قلوردوی 209 شاهین شما شهروندهای خارجی را در صفوف مخالفین مسلح دیدین آیا تعدادشان کشته و زخمی و اسیر شدن یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب دارم حضور شما جناب دانش صاحب جناب احساس و همه بیننده های خوب تلویزیون پیکان خدمت شما عرض بکنم که یک امر بدیهی و یک موضوعی هستند که قابل انکار نیستن و هیچ کس نمیتونه انکار بکنن که اینا متاسفانه آلی دست بیگانه ها هستند نه تنها در ساحه مسئولیت قلوردوی 209 شاهین بلکه در کل جغرافی های کشور ما شاهدی از این قضیه بودیم که مستشارهای خارجی با اینا بودن توسط نیروهای امنیتی ما کشته شدن بس کشورهای مختلف و در رابطه به موضوعی که اینا آلی دست بیگانه ها هستن یک امر کاملا قطعی و بدیهی هستن که همه مردم افغانستانی را حس میکنن و میفهمن با توجه به مسائل صلح که دوستا عرض کردن ما و شما میبینیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان راهکار صلح دارن نظر مردم را در رابطه با صلح میگیرن و خواست مردم صلح هستن و بارها سر از این مردم صدا کردن که بیاین پیش از رسیدن به صلح حداقل یک آتش بس داشته باشیم تا یک امیدواری برای مردم ایجاد شود اما با تاسف میبینیم که اینا یک استقلالیت فکری و یک اراده تصمیم گیری مستقل ندارن تا اینکه مراجعه کنن به مو استراتژیست ها یا به مو کسایی که اینا را ایدئولوژی میتن مراجعه کنن به اونا و هر چیزی که اونا برای از اینا دستور بدن و را عملی بکنن با تاسف این را باید عرض بکنم که اینها نه مطابق با او شعاری که میتن امارت اسلامی یا به اصطلاح تحقق شریعت اسلام در دولت در افغانستان اینا فقط شعار هستن اینا هیچ عمل کرده از اینا مطابق با شعارشان نیستن و هیچ عمل کرده از اینا منطبق با قانون و فرامین اسلام نیستن و اینا قطعا در بین مردم جایگانه دارن چون مخالفت اصلی از اینا با مردم افغانستان هستن و در هر جا ما و شما میبینیم که از توسط جنایت های از اینا مردم متضرر میشن امور خمی که جناب استاد دانش گفتن البته یک بخش عمده از اینا از تجاهل هستن و یک بخش بزرگ دیگه هم که غلامای حلقه به گوش هستند و اونچه که کشورهای منطقه و استخبارات منطقه برشان دستور بتن و او را عملی میکنن اما در رابطه با موجودیت استخبارات منطقه در صفوف طالبا یک موضوعی هستند که برای تمام مردم افغانستان و برای کل جهان روشن هستند که اینا واقعا آلی دست بیگانه ها هستند و به اصطلاح مأمور شدن تا اینکه در شما شهروندای خارجی را من حیث جنگجو در صفوف مخالفین مسلح عملا در سنگرا دیدین که حضور داشته باشند و تعداد از اینا توسط منصوبین شما کشته مجروح یا بازداشت شدن؟ به صدها مورد بودن اسنادهای به وجود آمدن ما خدمت شما عرض بکنم که طاهر یلداش یا چی عزیز یلداش بچه طاهر یلداش این شهروند خارجی نیستن؟ به واسطه فرمانده یک کلان آدم از اینا که در هلمند دستگیر شد که او مشخصا از یک از جنرالای کشورهای همسایه ما بودن اینا خارجی هستن دیگه اینا ثبوت هستن اینا اسناد هستن اینا کسایی هستن که جنگجو نیستن اینا کسایی هستن که دستور دهنده برای اینا هستن اینا کسایی هستن که سوق میتن اینا را مفکوره اساسی طالبا امی مردم هستن امی مردم هستن که در برابر نیروهای امنیتی یا در برابر مردم افغانستان بجنگن ما موارد را در ولسوالی انخوی داریم
که تثبیت شده و تایید شده منابع کشفی و استخباراتی و امنیت ملی ما هستن. یک نفر که از پاکستان مأمور میشه میآید، یک قماندان طالبان را در خانه ایشان در پیش دروازه ایشان تیرباران میکنه در ولسوالی انقی ولایت فاریاب، زمانی که طالبای افغانی اعتراض میکنه که چرا یک قماندان بود، یک فرمانده بود، چرا ایرا کشتین؟ مگه این مأمور بود که اینجا ویران بکنن؟ شما میبینید که در شهر انخوی ساختمانای لوکس و ساختمانهای به اصطلاح مدل بالا سر به آسمان کشیده، شما به اصطلاح سرک ها رو میبینید که پخته است، فلان مکتب رو میبینید که تا هنوز بر حال است، تعطیل نشده، آتش زده نشده. اینا دلایل بسیار اساسی هستند که اینا فریب خورده هستند و اینا توسط افکار و ایدئولوژی به اصطلاح استخبارات منطقه کار میکنن. پس از یک میان برنامه با ما باشین در ادامه بحث برنامه تحلیل. بیننده های عزیز تلویزیون پیکان، شنونده عزیز شبکه رادیو نهاد، خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل. و موضوع امروزی بحث ما روند صلح است. چرا یک دید مشترک میان طرفین ذی‌دخل در روند صلح شکل نمیگیره؟ پرسش بعدی را جناب آقای دانش مطرح میکنیم. آقای دانش، پیشتر آقای رضایی یک مثال داد از ولسوالی انخوی ولایت فاریاب که کسی که تیرباران نکرده بود یا ویران نکرده بود ساختمانها را اخرش تیرباران شد. چند تا مثال با شما شریک میسازیم و پاسختان را میخواییم داشته باشیم. پنج کارمند شرکت برشنا در ولایت زابل به شهادت میرسه. کارمند برنامه واکسین در پکتیا به شهادت میرسه. به دلیل مزاحمت برای برنامه واکسین پولیو دو سال پی هم است که بیش از 20 مورد واقع مثبت پولیو هر سال در افغانستان ثبت میشه که بیشترینش در اروزگان و هلمند و کنر و ننگرهار و یک مورد هم در دانه غوری بغلان بود. به تعقیبش 162 مرکز سی در سال گذشته یا تخریب شده یا مسدود شده و شرط را که مخالفین مسلح در پکتیا برای مراکز سی ماندن یا دوای پاکستانی را بخرین و مصرف کنین یا مراکز سی تان را مسدود کنین. آیا به باور شما یک جریان که از میان مردم افغانستان برخواسته باشه چین مفکوره داره؟ بازم در واقع جواب بر میگرده به جواب گذشته و قبلا که ما جمع جناب رضایی صاحب، جمع جناب احساس صاحب عرض کردیم. این را همه میدانه که چرا مساجد ما، منابر ما، جاده ها، سرک، ساختمان ها، اصلا تاسیسات، منابع زیربنایی افغانستان چرا تخریب میشه توسط اینها؟ بحثمون بحثی است که کشورهای مضر و مخل افغانستان نمیخواد افغانستان به عنوان افغانستان نوین، مقتدر، باثبات و قوی شکل بگیره. اینا نمیخواهد که در واقع ما یک نظام قوی و یک حکومت قوی داشته باشیم. در اون صورت باز ما در اون وقت نمیتونیم کالاهای یک در واقع خراب از اینا را، تاریخ تیر شده اینا را مصرف بکنیم. ما نمیتونیم در اون وقت بلیگوی از اینا باشیم. در اون وقت ما نمیتونیم تمام مواد بی‌کیفیت از اینا را داخل بکنیم. ما اون وقت نمیتونیم یک کشوری مصرفی برای کشورهای همسایه باشیم. به این دلایل اینها تلاش میکنه که یک عنصری و یک اردوی و یک نیروی جاهلی به نام مخالفینی که ما داریم از اینها استفاده بکنه، دستور بده که وظیفه شما تخریب منابع، تاسیسات، زیربناها، جاده ها، مکاتب، مدارس، کلینیک هاست. برای من اساس ما را در واقع با خود ما مشغول می سازه و تا اونا بهره برداری خدا بکنه. هیچ همسایه فطرتا نمیخواد همسایش قوی باشی یک اصل است. به خاطر چی؟ به خاطر که همیشه دست گدایی همسایه دراز میکنه و این همسایه آقای همسایه خود باشه. اما ما نمونه داریم. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با هم رابطه سازنده و صمیمانه دارن و اتفاقا میانشان هیچ منازعه‌ای وجود نداره. متاسفانه بحثی که چرا در بعضی جاها تعاون و همکاری صورت میگیره که مثال زدن به کشورهای اروپایی و چرا در کشورهای جهان سوم یا خاورمیانه مثل کشورهای همسایه ما
تقابل و در واقع زدیت وجود داره، بحث میگرده با او جهل و در واقع نفهمی یک تعداد عناصری که عجین میشه. متاسفانه مخالفینه که ما با او درگیر هستیم، حکومت با او مشکل داره، حکومت مشغول کرده، مصروف کرده، هم خانه های خود در میته، هم از در واقع ما در میته. اینها اونم عجین ها و جاهلانی هست که ناخودآگاه آب را با سیاب دشمن میرزه و عجین کشورهایی که او کشورها دشمن افغانستان است و حکومت های مقتدر قبلی ما داوود خان، نجیب و امثال هم را سقوط دادن و نمیخواه باید یک حکومت منتخبی که ما فعلا داریم او در واقع شکل بگیره. برای احساس همیشه ما با اینها مشکل داریم، خداوند به اینها توفیق بده، اگر قابل توفیق نیست با ما عذاب الهی خود گرفتار بکنه. آقای احساس، در گذشته تصور میشد که طالبان تنها با پاکستان پیوند دارن، اما حالا قضیه فرق کرده. حالا مثلا طالبی که در فرا می جنگه با پاکستان پیوند نداره. شما انشا و در میان طالبا دیدین که شاخه ملا رسول دارین و شاخه ملا عبت الله، یا طالبی که در رای دره صوف از موترهای زغال سنگ باج می گیره، او با او جریان پیوند نداره. آیا چند دسته شدن طالبا را می پذیرین؟ بله، یک این درست است. دا روغ خبره ده زی هغه وړاندې کوم کله چې په یو ځای کې د یو ستا مخالف پیدا شي، نو بیا ستا په کور کې بیرونی چې څوک چې کم وخت کې ورته ضرورت لري له دې خلکو څخه کار اخلي. دا ښکاره خبره ده، موږ د پاکستان سره ډیر شیان شریک لرو. مثال د خبرې اوبه دي، د اوبو ستونزه زموږ له پاکستان سره هم شته، زموږ له ایران سره هم شته. کله چې دا دوی دغه ځمکه د پرمختګ په حال کې ګوري، دا جغرافیه د پرمختګ په حال کې ګوري، یا کله چې بعضی مسائل د نړیوالو په کچه د ایران او د امریکې ترمنځ کوم مشکل را پیدا کیږي، یا له پاکستان سره دغه ډول اغوي، نو دوی له دغه قوې څخه کار اخلي. بدبختانه بدبختانه هغه د خفګان ځای په همدغه ځای کې دی چې موږ خپله ځان د نورو خلکو اله کړی دی، او په دې باندې یعنی سیاست کوو خو د بل چا دپاره یې کوو. مشکل ګورئ، سوله یو امر دی، سوله ضرور ده. پرته له سولې نه اوسنی حکومت چاره لري، نه همدغه وسلوال مخالف چاره لري، او نه موږ ولس بله چاره لرو. باید سولې ته ورسیږو، خو مشکل دا دی چې زموږ د وسلوالو مخالفینو څخه هیله دا ده، له حکومت څخه مو هم هیله دا ده چې دغه د سوله د افغاني ضرورتونو په رڼا کې وشي، هغه چې په رڼیوال تصویر کې وړاندې کیږي. وس ته چې راځې ما ته د سولې خبره کوي، که ته طالب یې او که ته سیاسي مخالف یې، که ته حکومت اپوزیسیون یې، که ته هر څوک یې، چې ستا خبره د پاکستان د صدراعظم له خبرې سره بالکل یو شی ښکاري، نو دلته خو بیا به سړی څنګه فکر وکړي چې اوس دا سوله ته زما لپاره غواړې، د دې وطن لپاره غواړې، که دا غزای لپاره غواړې؟ خب حالا آقای احساس، زمانی که قاسم سلیمانی ترور میشه، مقامات ارشد نظامی ایران با صراحت میگه که افغانی ها را مجبور میکنیم تا نظامی های امریکایی را اخراج کنن از خاکشان، و این بحث دقیقا با بحث طالبان سازگار است که میگن تا زمانی که نیروهای امریکایی از افغانستان نبرایه ما صلح نمیکنیم. فکر نمیکنید در کنار صدر اعظم پاکستان که سخنایش با سخنای طالبا بار بار اما هنگ است، این طرف هم اما هنگی بیشتر ایجاد شده؟ گوری ما مخ که دیده یادونه وکره چه کلا یو قوه وی نو مخالف لوری تریگر تاخلی، طالب یا وسلوال مخالف دغل تا پا دغل قوه بدل شوی دی. التا دا ایران او دا امریکی ترمنز دغل نظامی لانجا و کشمکش را پیدا شوی دی. ایران دا دی کوشش کهی چه لدغی جغرافی چخه پا امریکی بانی دی فشار پا توگا کار وقتی. پاکستان عملا کوشش کوي چې له دغه ځای څومره چې دغه ډول کشمکشونه پکې راپیدا کیږي، دا نور هم پکې راپیدا شي چې دوی هغه د پرمختګ حالت ته ونه رسیږي. که نه نو د ایران دا خبره کړې ده، خو یو شی به زه دا هم وایم چې توپیر راغلی دی په فکرونو کې، راغلی دی په ځوان کولو کې، راغلی دی په اوسنیو تصمیمونو کې، راغلی دی څومره چې دغه همسایګان او دغه نړیوال وغواړي. تاسو یقین وکئ چې یو ځل بیا دغو همسایګانو داسې غوښتل، په اسانه یې غوښتل چې اوسنی نظام به هم دوی داسې رانسکور کړي لکه داود خان ته چیچلونه جوړ کړه، لکه د ډاکټر نجیب حکومت ته چیچل جوړ کړه، هغه یې زموږ یو جوړ نظام یې له منځه یې وړ. اوس موږ ګورو چې
اغه مخالف لوري اغه خلق چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي اغه یو ډول زموږ نډیر په مشکل کې دي او د دې معنی دا ده چې ولس لګرا ویښ شوی دی هیڅ کله مخالف لورو ته ولس دومره نه راجګ شوی هیڅ کله حکومت ته هم ولس دومره نه راویښ شوی لکه په اوس وخت کې چې دی خو زه زموږ غږ هم دا دی په دواړو اړخونو باندې چې ولس راویښ دی او له دې نه وروسته څوک دوکه کیږي نه څو چاته چل نشي ورکولی و یک جمله که از شهباز شریف برادر نواز شریف عضو پارلمان پاکستان است که وقتی که خون کسی در کشمیر میریزه نباید در کابل راحت زندگی کنند فکر میکنین که ایام یک نوع تشویق مخالفین مثلث که برین جنگ افروزی کنین؟ زمونگ جرام داده چه پا دغه مسخل خبرو بانده ده ایرانیانو او د پاکستانیانو اغا افغان زوان چه توپک پا وگه ده ولی نپویگی زمای پا کشمیر چه؟ زه کشمیر څه کوم چې زه دلته په خپل ژوند کې نه یم که نه زه خو به هغه وخت د یو بل مسلمان د یو بل ورور د هغه خبره کوم چې خپله ما کې یو روح وي ګرځېدل وي زه ژوند ولرم که نه دلته زه خپله وژل کېږم نو زما اوس دغه خبره چې پاکستانی کوي په یو حساب په یو حساب د پاکستانی حق دی ځکه هغه خپل ځان ته ژوند غواړي خپله جغرافیه ساتل غواړي نو دلته زه باید څه وکړم دا فکر باید زه وکړم دا فکر باید ماته پاکستانی ویرانۍ رانه کړي آقای رضایی دوستا اشاره کردن که چندین گروه مخالف مسلح البته با حمایت کشورهای مختلف وجود داره حالا اطلاعات شما چی را میرسانه در از فاریاب تا سمنگان در پنج ولایت شمال افغانستان چند جریان با شما میجنگه ما طالبان داریم به چند دسته تقسیم هستند کدام گروه هایش در شمال بیشتر فعال است خب خدمت شما عرض بکنم که ما یک تعبیر رو میخواییم به صراحت بگیم که ما اینا رو مخالف مسلح گفته نمیتونیم اینا حراس افغان هستن یا دهشت افغان هستن و دشمنان مردم افغانستان هستن در رابطه با موضوعی که شما اشاره کردید بیشتر طالبای هستن که در زون شمال بیشتر طالبای هستن که وابستگی جدی با پاکستان دارن این رو ما بسیار به صراحت میگویم به چه دلیل؟ اول اینکه شما در جریان هستید که مبادلات تجاری ما بر اساس از امو استراتژی و پالیسی ملی که ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تدوین کردن و او را در مرحله تطبیق گذاشتن با پاکستان به میزان بسیار بلند کاهش پیدا کردن و وابستگی اقتصادی ما و به اصطلاح برگردانده شدن به بنادر خود افغانستان که با شمال هستن مثلا بندر آقینه و بندر حیرتان ما امروز بیشترین به اصطلاح نیازمندی های کشور خود را از این دو بندر تامین میکنیم و مبادلات تجارتی ما که با پاکستان در مرز 7 میلیارد دلار و 5 میلیارد دلار میرسید امروز رسیده تقلیل پیدا کرده به مرز 500 میلیون دلار و کمتر از اینا حالا بحث های آب و اینا بگذارن سر جایش فوکس اساسی پاکستان روی اخلال کردن بنادر شمال و شاهراهای شمال هستند تا اینکه ما دوباره به اصطلاح وابستگی اقتصادی پیدا بکنیم پس به پاکستان و امور خمی که جناب دانشتب گفت تا اینکه به اصطلاح مواد به کیفیت و بالاخره هر آنچه که از جانب پاکستان صادر میشه در افغانستان مصرف کننده ازو باشیم یک موضوع هستن موضوع دوم خدمت شما عرض بکنم که برای تمام مردم افغانستان پوشیدن هستن که طالبا به صورت عموم ما کار به اختلافات درونی از این آدم طالبا به صورت عموم به عنوان یک ربات کنترل شونده هستند که متاسفانه کنترل ازی به دست کشورهای بیرونی و همسایه های ما هستند به باور شما اینا صاحب اراده اندیشه و فکر و منطق نیستن ابدا اینا صاحب اراده و اندیشه نیستن ابدا اینا بر اساس یک اهداف مشخص در برابر مردم افغانستان مبارزه نمی کنن. اگر اینا واقعا ما اینا رو مخالف بگویم یا اینا رو شورشی بگویم اینا بیاین خواستهایشان را به صورت معقول و اونچه که اونا میخواین مثلا مطرح بکنن بیاین سر میز صلح با دولت و مردم افغانستان بنشینن از راه تفاهم و مذاکره به اصطلاح قائله ختم شوه ما با وضوح میبینیم و حس میکنیم که اینا هیچ اهداف ایدئولوژیک ندارن که به او برسن فقط صرف یک تعداد مردمی هستند که فریب خوردن اجنت کشورهای خارجی شدن و در حقیقت کنترل از اینا در دست کشورهای خارجی هستن که هر سیستم به هر سیستمی که اونا بخواین اینا را عیار بسازن به اونم سیستم عمل میکنن اینا به هیچ خواستی به اصطلاح اساسی ندارن اگر میداشتی
می آمدن مثلا خواستهایشان را از طریق مذاکره، از طریق گفتگو مطرح می کردن با دولت افغانستان که دو سال از پشت سر هم صدا می کنن، یک طرفه آتش بس اعلان می کنن به خاطر خواست و تقاضای مردم و با ملت افغانستان می آمدن رسی سر میز مذاکره و رسیدن به صلح می نشست و خواستهایشان را مطرح می کردن. بنابراین اینا هیچ اراده مستقل برای رسیدن به صلح و تصمیم گیری به اصطلاح آتش بس اینا ندارن. قطعا ما به این باور هستم که اینا با توسط کشورهای بیرونی تنظیم میشه و مطابق با ایدئولوژی از اونها اینا موقف میگیرن. آقای دانش، نقل قولایی را که پیشتر مطرح کردیم از مقامات ارشد نظامی ایران و اعضای پارلمان پاکستان، دیدگاه شما را میخواستیم فشرده داشته باشیم در این بخش. من بطور قبلا هم عرض کردم، بازم خدمت شما عرض میکنم که هیچگاه کشورهای همسایه ما نمیخواد در افغانستان ثبات، صلح، امنیت به و این حالا کشورهای همسایه نمیخواد. من که افغان هستم، باشنده یمی شهر هستم، از یکی از یمی ولسوالی ها یمی کشور هستم، من چرا جنگ افزار میوردارم به نفع اومه جنگم؟ خب بحث بازم بحث متاسفانه جهالت میه که اکثر مخالفینی که فعلا در صفوف نبرد با حکومت و با نیروهای امنیتی ما قرار داره، متاسفانه اینا مشت جاهلانی هست که اینا نه در بند فرهنگ افغانستان است، نه در بند استقلال افغانستان است، نه در بند حاکمیت افغانستان است، نه اینا در واقع سواد و تحلیل و اراده از خود داره، فقط ماهانه یک چیزی را که کشورها همسایه بر اینا در نظر میگیره و هدایت میتن برای بربادی کشور، میگن که نان دهد فرمان دهد، از طرف تسلیحات جمع ماهانه ماش در نظر میگیره بر اینا و اینا از بدبختانه مشکل در اینجا است که من از اون نایب بسیار حراس دارم که از طریق بحث ایدولوژیکی، بحث اسلام و بحث دین اینها را به وارد می سازه که گویا کشور اشغال شده و کشور کشور کفریست و شما برین به عنوان جهاد از این کلمه مقدس در خور از احمقا متاسفانه میته و کشور را اینا برباد میته. اونا ماهی خود میگیره، افغانستان را برباد میکنه، اینها هم به امیدی که ما داریم به عنوان یک استقلال طلبان برای کفاری که آمده مبارزه میکنیم، بحث در همه جمع میشه و کشور متاسفانه رو به خرابی میره. بعد نتیجه را جنرال ها در کشورها همسایه میگیره و او به اصطلاح عربده های خود میکشه که ما زیاد به اونا توجه نداریم. سپاس. عزیزان شنونده شبکه رادیو نهاد، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان، پس از یک میان برنامه در بخش اخیر برنامه تحلیل با ما باشین. بینندگان فرزانه تلویزیون پیکان، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو نهاد، خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل. یک پرسش، سه پاسخ. چی باید کرد تا سال این گمگشته مردم افغانستان دوباره با آشیانش بازگردد؟ آقای احساس، از شما شروع میکنیم. یو مسئله ده یو زل بیام تکرارومه چه نړیوال قوتونه دلته خپلې ګټې پالي، ګاونډیان دلته زموږ د هغوی ګټه خو تعریف شوې بالکل په همدې باندې ده چې باید موږ پرمختګ ونکړو، موږ وړاندې لاړ نه شو په دغو هغو کې. حکومت سره د دې چې خدای بله ستونزې لري، مشکلات لري، اوس هم خلک له هر اړخه خپل نالښتونه لري، دا کوم نظامي عملیات چې هم روان دي دی کې هم خدای بله مشکلات شته دي. خو د دې ټولو حل یوازې په دې کې دی چې طالب یا وسلوال مخالفین یا دغه څوک چې د تروریست په نامه زما په ملک کې دی او هغه افغان دی او هغه زما وطن ورانوي، هغه باید دا درک وکړي چې دی باید له افغاني فکر څخه د مذاکرې میز ته کینی. اوربان د ټولو مشکلاتو د حل کلی ده. مخکې له هغه که موږ اوربان ونکړو، دغه حکومت او همدغه مخالفین چې د افغانانو په نوم دي، دوی له سنګرونو راښکته نه شي، دوی ټوپک کینه دي، موږ دا نه وایو چې بالکل دې وغورځي، ټوپک دې ورسره ډز دې نه کوي. ځینې خلک وایي چې د اوربان څه معنی، کله چې اوربان وشو بیا خو خبره نه ده، موږ د بې وسلې کېدو خبره نه کوو، ټوپک دې ورسره
خو دست دی قربان دی نکای لمړی بسره خبره ته طرح اف مرحله ای را مطرح کرده که یکی از بخشایش آتش بس یک ماهه شکل میته تا واقعا ثابت شوه که آیا کسی که در دوحه قطر نشسته جنگجویی که در چمتار چاربولک می جنگه واقعا از او فرمان میگیره یا کسی که در فرا در بادغیس در پکتیا و کنر می جنگه واقعا از او دستور میگیره چرا به باور شما اونا آتش بس قبول نمیکنن آیا نگران هستن آیا میدانن که چند دسته هستن و به قول معروف یک ساختار میانتویی به قلمداد خواد شدن گوریه و عمومی مشکل خود دغم دی کنه چکل اوربند وشی نومک سولت تر طول و رون او تر طول و خگام اخستل کیگی دا خبر اخکاره ده خو بلا مسئله پا که دا چه دا هم لیادا ویستل ندی پا کار کله چه ایران هم دلتا پا طالب باندی صادر خوره ای پاکستان هم پا خپل ورغوی کنی ولی دی نور گاوندی هوادون هم پا که لاس لری خکاره دا چه طالب طول پا یوالار ندی روان او دوی لیوزای چه خوبه نسکی او دلتا دا دوی ترمینز دا غویره همشتا دا کمنگ چیر تا اوربند وکو ممکن دا غوربند پا شمال که وشی پا جنوب که ونشی یا په پلانکی ولایت کې وشي په پلانکی ولایت کې ونشي یا د پلانکی ولایت په دغه ولسوالۍ کې وشي او په دغه ځای کې ونشي نو دلته دا یو مشکل دی پس نو... باور شما طرح کاهش خشونت که طالبان مطرح میکنه یک نوع فرار از مسئولیت است یک نوع گریز از ایست که اگر در یک ولایت تانستن آرام بسازن بگوین طرح کاهش خشونت در افغانستان در تمامش ای قابل تطبیق نیست بالکل بالکل دا ویرشته ده دا خبرشته ده چې طالب وو ساحل وو چې بول هغه طالب نه دی چې یو فرمان به ورکو په ټول افغانستان کې به یو خبره و کله چې ته د نورو خلکو د لاس او بس کې بل چاته د لاس نیولې وي نو دا ښکاره ده چې دا خبره به بیا هم مني نو طالب په دغه ډول یو کشمکش کې دی خو بیا هم زه دا خبره کوم که غواړي طالب په دې جغرافیه کې سیاسي لاسته راوړنه ولري که غواړي طالب دلته پرمختګ وکړي او دغه کم ذهنیت دا کم شی چې غواړي دې ته ورسیږي باید افغانی فکر وکی او د دې لپاره تر ټولو لومړی خبره ده چې باید اوربند وشي بل هیڅ لار نشته سپاس آقای رضایی از شما میشنویم خب خدمت عرض بکنم که تا زمانی که حراس افغانای طالب یا عناصر اجین شده کشورهای منطقه یک استقلالیت فکری پیدا نبکنن من فکر نکنم که متاسفانه ملت ما موفق به دستیابی به صلح شد به خاطر از اینکه اینا مأمور خمی که گفتم باز هم بر موضع خود تاکید دارم که اینا هیچ گونه استقلالیت ارادی برای موضوعات سیاسی ندارن اینا فقط مأمور هستند که در بدل یک پول ناچیز جنگ بکنن زیرساخت های کشور را تخریب بکنن و مردم ما را به خاک خون بکشانند حالا وعده نیروهای امنیتی و دفاعی به مردم چی است حالا که اونا به قول شما اراده و اندیشه و منطق ندارن پاسخ شما چی خواهد بود خب نیروهای امنیتی در عمل هم ثابت کرده مامور خمی که میگیم ما محافظان ملی کشور هستیم یعنی از تمام داشته ها و از تمام ارزش های ملی افغانستان ما محافظت میکنیم برامو وعده و برامو تعهد خود پابند هستیم تا زمانی که اینا متقاعد شوند که بیاین پای میز مذاکره بنشینن و یک تصمیم اساسی و سیاسی بگیرن با دولت و ملت افغانستان صلح بکنن ما تا او زمان را حاضر هستیم که برای سرکوبی از اینا از هیچ وجهه به اصطلاح فروگذار نکنیم و از هیچ تلاشی دست بر نداریم آقای دانش از شما میشنویم من عرض بکنم که کوتا و کمک فراتر گپ عرض بکنم که یک کشورهای مخالف افغانستان گاهی دست از تخریب وطن بر نمی داره یک گپ گپ دو مخالفین جگاه اصلاح متاسفانه نمیشه و دست از جهالت بر نمی داره دو عرضی از خدمت ملت و مردم افغانستان و بنده های تلویزیون پیکان شمایی که ما چند گپ باید در نظر بگیریم یک انمی حکومت فعلی ما با تمام چالش ها ناقص بدبختی ها متاسفانه مشکلاتی که داره انمی را ما باید حفظ بکنیم خیر الموجودین ما انمی حکومت است ما گزینه یا معادل بهتر از این ما فعلا نداریم این را حفظ بکنیم و حکومت به لااقل یک قرائت واحد را از صلح بین حکومت بین اپوزیسیون بین مخالفین سیاسی ارائه بده یک قرائت مشترک از یک طرف تقریبا چالش هایی که در درون حکومت است اینا رو با یک خودگذری با یک ظرف گراف پذیرش بالا بشینه با رهبران جهادی رهبران سیاسی اپوزیسیونی که در حکومت وجود داره
تا از درون خود در واقع یک کمی قوی بسازه، یک قرارات مشترک را از صلح ایجاد بکنه، بعد از اون میتونه گپی برای گفتن در عرصه صلح در سطح بین الملل و در سطح کشور منطقه داشته باشه. حالا به طور مثال حالا پیشنهاد را که حکومت کرده که پس از تالیف رئیس جمهور جدید دو هفته بعد یک لوی جرگه برگزار میشه جهت اجماع ملی در روند صلح، میتونه یک گزینه مثبت باشه؟ متاسف ما هیچ وقت بدبین نیستیم، ما خوشبین به هر طرح حرکت هستیم. ما بیم پیش زمینه ها را فراهم بکنیم. انتخابات ما 4 ماه و چند روز شد که کش پیدا کرد، مخالفت هایی که در درون وجود داره، نارضایتی هایی که در درون سران خودشان جزء حکومت است وجود داره. ما بیم یک در واقع قرارات مشترک را، یک همخوانی همدلی مشترک را ایجاد بکنیم. و گپ آخر ما ایست که پایان بخش گپ ما است، ما از مخالفین میخواهیم، از حکومت میخواهیم، از تمام کسانی که در این جغرافیا زندگی میکنن میخواهیم که ما در 3 نقطه با هم مشترکیم. بیم در این 3 نقطه با هم مشارکت داشته باشیم. 1. همه انسانیم. 2. همه مسلمانیم در این کشور، چی تندره و طالب، چی میانره و سکولار حکومت، و همه افغانیم. 3 نقطه اشتراک. اما حالا پیشتر آقای رضایی گفتن که بسعدها موارد جنگجوی خارجی بوده و شور جنرالاشون کشته شده در این کشور. حالا ما روی کلیات میریم، تک و توک جنگجوی خارجی هست گپ آقای رضایی ما تایید میکنم، اما در کلیات ما بحث میکنیم. بیایم سر 3 کلمه ما در کل، چی اپوزیسیون است، چی حکومت است، چی سکولار است، چی بنیادگرای اسلامی است، چی نکتایی است، چی چپن، ریش، ملا، هر آن که در وطن است با من 3 کلمه مشارکت داره: افغان، انسان، مسلمان. بیایم بشینیم افغانستان را دیگه بسازیم و شاهد یک افغانستان مقتدر، قوی، باثبات باشیم تا یک میراث خوب را برای نسل آینده خود به ارث بگذاریم. سپاس. قرائت مشترک از پدیده سال باید شکل بگیرد. تعریف دقیق از دوست و دشمن میان کارگزاران حکومتی باید وجود داشته باشد. همگان به یک مثلث باورمند باشند: انسانیت، اسلامیت و افغانیت. تا درود دیگر، بدرود.